دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی پاکستان با ما همراه هستند. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. زنده باشید. درب زبیده از لحاظ تاریخی چه اهمیت ویژه‌ای دارد؟ بفرمایید. عرض کنم خدمت، ببینید درب زبیده یک مسیر باستانی هست که حتی قبل از اسلام هم مورد استفاده قرار می گرفته، به صورت حالا برای سفرهای مختلف، سفر تجاری و حالا، و خب تا زمان اموی که خب مسیر اصلی، مسیری که بود که از کنار از دمشق می اومد و با ظهور عباسیان، مخصوصا حالا این خیلی نکته مهمی هست در مورد درب زبیده، که زبیده همسر هارون و دختر منصور خلیفه عباسی وقتی برای اولین بار و حالا در یه زمانی برای حج میره، میرند و مشکلات زیادی تو سفر براشون پیش میاد که باعث میشه ایشون یک هزینه زیادی رو انجام بدن برای بازسازی و توسعه این مسیر، که به خاطر همین این مسیر به درب زبیده معروف شده. و خب در زمان خلافت عباسی از بغداد تا مکه این مسیر به عنوان مسیر پادشاهی، مسیر سلطنتی حج بود که هزینه های زیادی برای نگهداری و توسعه این مسیر میشد. آثار زیادی تو این مسیر هست که حالا خیلی تو به موزه ها منتقل شده، مثل کتیبه هایی که بود، سنگ میل هایی که بود که مسافت ها و اطلاعاتی توش نوشته شده بود، تو موزه های مختلف ترکیه، فکر کنم عربستان و جاهای مختلف هست. و خب خیلی از آثار هست که اونجا هست، آثار مثلا کاروانسراها، صدها، یه چند تا صد اون تو مسیر هست، و منابع، مخازن آبی که ساخته شده و خیلی آثار زیاد. خود جاده سنگفرش بعضی جاها هنوز هست و خب به هر حال از لحاظ فرهنگی و تاریخی خیلی مهم هست که چندین صد سال این جاده مورد استفاده قرار می گرفته، مخصوصا حالا بعد از خلافت عباسی خب یه مقدار توجه بهش کمتر شد، ولی در زمان عباسی توجه زیادی بهش شد. و چون خلافت عباسی هم دارای ادوار مختلف هست توی این مسیر، وقتی از لحاظ تاریخی یا فرهنگی بررسی بشه، یک لایه های مختلف تاریخی و آثار باستانی تو این مسیر هست که خیلی راهگشا هست در مطالعات تاریخی مخصوصا. بله، فراملیتی بودن این اثر و میراث تاریخی شامل چه کشورهایی می شود و احیای آن چه فوایدی برای این کشورها در پی داره؟ خب این تقریبا یک پنجم مسیر، یک پنجم یا یک چهارم مسیر توی عراق واقع هست که از بغداد شروع میشه و تا حالا مرز عربستان پیش میره، و بقیه مسیر داخل کشور عربستان هست که تا مکه و یک شاخه به مدینه راه پیدا میکنه. البته من پرونده‌ای که برای سازمان برای یونسکو ارسال شده رو که مطالعه کردم، تو اون فقط منحصر به این مسیر نیست، این درخواستی که داده شده، این کاری که شده ابتدای کار هست و بعدا قرار مسیرهای دیگری که مربوط به حج هست، مثل مسیر فلسطین، کسانی که از مصر، از فلسطین، از ارسکنن، از شام برای حج می اومدن یا از یمن می اومدن، اون مسیرها هم یواش یواش قرار احیا بشه و برای این پروژه همه تمام مسیرهای باستانی حج رو میخوان وارد این پروژه بکنن. که خب الان پرونده‌ای که ارائه شده با همکاری عربستان و عراق هست و بعدا احتمالا کشورهای دیگه هم بهش اضافه بشن، همونطوری که این مسیرها اجازه بده. و خب وقتی این کار انجام بشه از لحاظ فرهنگی، خب مبادلات فرهنگی که بین کشورها میشه توی عادی سازی و بهتر شدن روابط سیاسی خیلی مهم هست، از لحاظ توریستی خیلی برای کشورها آوردهای مالی و فرهنگی داره و توریست ها میان، و خود گسترش فرهنگ و شناساندن فرهنگ اسلامی خیلی مهم هست این. بله خواه. آقای دکتر، آیا همکاری های منطقه‌ای و بین کشوری برای معرفی این میراث فرهنگی به مردمان کشورهای منطقه و دنیا تا کنون مؤثر بوده یا نبوده، و برام بفرمایید که چه اقدامات بیشتری لازم است که انجام بدیم؟
خب به هر حال این پروژه الان در ابتدای کار از مسلمان وقتی فکر کنم پارسال ارائه شده به یونسکو پرونده این پروژه، خب چندین سال پشت سرش کار هست، کارهای تحقیقی پژوهشی که این پرونده آماده بشه. خود همین یک روند طولانی داره، ثبت آثار تاریخی به عنوان آثار جهانی، و خب یه سری کارهای به عنوان یعنی به صورت تحقیقاتی باید انجام بشه، بعد خود اون آثار تاریخی رو باید آماده بکنن، زمینه هایی که هست براش آماده بشه. یک مسیر طولانی است و خب تا الان که پیشرفته ظاهرا همکاری ها خوب بوده و تاثیرگذار هست تا حالا. حالا تا بعد ببینید یواش یواش اوضاع به چه شکل پیش میره و چطوری کار ادامه پیدا میکنه. ولی خب این اول همین کارگاهی هم که برگزار شده، این کارگاه در واقع آماده سازی هست برای این که یک سری گروه ها و تیم هایی رو آماده بکنن که اینها یاد بگیرن و بدونن چه کارهایی باید انجام بشه که این مسیر به اون مرحله برسه که حالا صاحب اون معیارهایی که تو یونسکو هست آماده بشه که برای ثبت مراحل بعدیش پیش بره.